بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی شما شاگردان عزیز. خدا کنه که همگی صحت و سلامت باشین. باز هم به یک دیگه از جلسات درسی مضمون کیمیای صنف هشتم خوش آمدین. همون قسمی که در جلسات قبلی ما شما در مورد ساختمان، در مورد جدول دورانی عناصر خونده بودیم و همچنان ای که جدول دورانی خودمو اساسگذارها و یا میتونیم بگیم کسایی که جدول ساخته بودن در قسمت تاریخچه مسائل خونده بودیم، در درس امروز خود خو ما شما باز هم ارتباط به جدول دورانی عناصر و ساختمان و خواص عناصر که به اساس خود عناصر به چی اساسی در گروپ ها و دوره ها قرار گرفتن، بعض از مسائل رو ما شما اینجا میخونیم و ضمناً ساختمان خود جدول دورانی عناصر هم مورد مطالعه قرار میدیم. در مبحث امروزی ابتدا اولین قضیه که ما شما اینجا میخونیم خواص کیمیاوی مشابه عناصر در عین گروپ میباشه. همون قسمی که در سلاید شما میبینین خواص کیمیاوی مشابه عناصر در عین گروپ عنوان درس ما شما هست. عناصری که در عین گروپ قرار دارن از لحاظ خواص میتونن، خواص کیمیاوی میتونن که مشابه باشن با هم دیگه. مثلا ما و شما یک شکل را اگه اینجی به سلاید بعدی دقت کنین شاگردای عزیز، ببینین عناصر در جدول دورانی در گروپ اول ما و شما داریم. در گروپ اول چی رقم ساختمان کیمیاوی دارن که ساختمان کیمیاوی، مشابهت ساختمان کیمیاوی یا ساختمان الکترونی عناصر که در مدار آخری هست میتونه تعیین کننده خواص عناصر همچنان باشه. خب میایم اینجی یک مثال برای شما در این قسمت میگم و این مثال رو کار میکنیم. ما شما عناصر گروپ اول یکی از خصوصیات از اونها اینه که اونها ما به نام عناصر القلی یاد میکنیم، عناصر قلیایی یا القلی. همون قسمی که در ساختمان جدول انشالله باز یادآوری میشه که عناصر گروپ های اصلی ما به چی نام های نظر به خواص از اونها یاد میکنیم یا مینامیم اونها. عناصر گروپ اول همگی از اونها با آب تعامل میکنن، در نتیجه القلی ها رو میسازن. ببینیم یک مثال اینجا کار میکنیم ما شما. عناصر سودیم را اگر اینجا مثال بزنیم، سودیم همراه با آب H2O در نتیجه باعث تولید سودیم هایدروکساید همراه با گاز هایدروژن میشه. یعنی در نتیجه القلی میسازه. این مرکب مرکب القلی میگیم ما شما. سودیم هایدروکساید یک القلیه و سودیم هم عنصر گروپ اول، عنصر گروپ اول، عناصر گروپ اول زمانی که با آب تعامل میکنن القلی ها رو میسازن. اگر با هلوجن ها ما اینا رو تعامل بدیم در نتیجه باعث ساخت نمک ها میشن. مثلا یک مثال دیگه اینجی از عنصر پوتاشیم اگر بگیم، پوتاشیم جمع H2O یا آب باعث تولید باز هم KOH یا پوتاشیم هایدروکساید میشه همراه با گاز هایدروژن. یعنی به این معنای یا به این مفهومه که ما اگر کل عناصر گروپ اول رو هم همگی از اونا رو با آب تعامل بدیم در نتیجه باعث ساخت القلی ها میشه و باعث آزاد شدن گاز هایدروژن میشه. پس بنابراین این میگیم که از لحاظ کیمیاوی خواص از اینا، خواص عناصر گروپ اول میتونه از لحاظ خواص کیمیاوی همگی از اینا با همدیگه مشابه باشه، به استثنای عنصر هایدروژن که او یک عنصر گازی میباشه که در گروپ اول ناچاراً او در گروپ اول قرار دادن. اما دیگه عناصر کلا همه به نام عناصر قلیایی یاد میشه چون با آب تعامل میکنه و القلی ها رو میسازه. و همچنان عناصر گروپ اول باز هم اگر نمونه مثالی در قسمت بگیم و شما، خود عنصر باز هم سودیم رو اینجی مثال میگم همراه با، اگر سودیم با کلورین تعامل بدیم عناصر گروپ هفتم یا هلوژن ها هست، در نتیجه باعث میشه که مرکب سودیم کلوراید ساخته بشه NaCl. و یا عنصر پوتاشیم رو همچنان اگر تعامل بدیم با کلورین در نتیجه باعث ساخت خود پوتاشیم کلوراید میشه، پوتاشیم کلوراید که باز هم برای توزین از اینا این قسمت دوی به کار داره و این قسمت هم یک دوی ما شما اضافه میکنیم، در این قسمت هم دو و این قسمت هم دو. خب این اصل قضیه اینه که باز هم عناصر گروپ اول داریم با هیلوجن ها با کلورین عین تعامل اینا انجام میدن و به این قسمت خود نمک میسازن یا نمک ها میسازن. پس بنان
عناصر گروپ اول میتونیم بگیم که یا هر گروپ را اگه ما شما در نظر بگیریم به اساس مشابهت خواص کیمیایی اینا در یک گروپ یا در عین گروپ قرار گرفتن. عناصر گروپ اول گفتیم اگر با آب تعامل کنه کل از اینا میتونن القلی ها رو بسازن. عناصر گروپ اول اگر با هلوژن ها تعامل کنن کل از اینا باز هم میتونن که با هلوژن ها نمک ها ایجاد کنن یا نمک ها بسازن. پس آنچه که ما در سلاید داریم یک بار میخونیم سلاید یادآور میشیم. دوستا ببینین اگر گفتیم که خود اینجا یک مثال ما و شما داریم خود کربن و اکسیژن رو گفته اگر با همدیگه تعامل بدیم مرکب کربن دای اکساید ساخته میشه، کربن با اکسیژن، و اگر باز هم ما بیایم کربن رو با سلفر تعامل بدیم میتونیم که مرکب کربن و سلفر خودم یک جا کنیم کربن دای سلفاید ساخته میشه، کربن دای اکساید و کربن دای سلفاید. این مثال را هم دوست دارم رو تخته توضیح بدم شاگردای عزیز برای شما، کربن با اکسیژن و کربن با سلفر که اینا چه رقم تعامل میکنن. این خود در قسمت عناصر گروپ اول بود، یعنی هر گروپی ببینیم که خواص خود خور یا هم مشابهت های خود خور میتونه داشته باشه. خب اینجا ببینین کربن ما شما عناصر گروپ چهارم جدول دورانی داریم، کربن در گروپ چهارم جدول دورانی قرار داره و همراه با اکسیژن تعامل میکنه. اکسیژن به کدام گروپه؟ اکسیژن در گروپ ششم جدول دورانی عناصره، گروپ 6ه. کربن به گروپ چهارم، گروپ 4ه میباشه، چهارم اصلی، و این در گروپ ششم اصلی میباشه 6ه. خب اصل گپ ما سر عناصر گروپ ششمه که اینا خواص مشابهی دارن، یعنی کربن با هر کدام از اونو تعامل کنه تقریبا میتونیم بگیم مرکبات مشابهی را از لحاظ ترکیب کیمیایی میتونه تشکیل بده. خب کربن جمع اکسیژن در نتیجه باعث ساخت CO2 یا کربن دای اکساید میشه. باز هم اگر همین کربن رو دوباره ما خود سلفر تعامل بدیم در نتیجه باعث میشه که مرکب کربن دای سلفاید ساخته بشه، کربن دای سلفاید. پس در نتیجه ما شما نتیجه میگیریم که عناصری که در عین گروپ در جدول دورانی قرار دارن میتونن از لحاظ خواص کیمیایی با همدیگه مشابه باشن، که باز هم خواص کیمیایی مشابه از اینا برمیگرده به ساختمان کیمیایی از اینا که میتونه مشابه باشه. ساختمان کیمیایی اینا چون در مدار آخری مشابهه میتونن که از لحاظ خواص هم با همدیگه مشابه باشن و عین مرکبات تقریبا از لحاظ تئوری ترکیب کنن یا بسازن. و میریم به مبحث بعدی، سلاید بعدی، خود خو ساختمان مشابه الکترونی عناصر در عین گروپ. باز هم به اصطلاح به ادامه همو مبحث پیشتره که ما شما خوندیم که خواص کیمیایی عناصر در عین گروپ میتونه مشابه باشه، اینا با علت اینه که ساختمان کیمیایی عناصر در عین گروپ مشابه یا مشابهت میتونه داشته باشه. خب مثال های در این قسمت ما شما داریم. مثلا ما عناصر گروپ اول رو داریم، عناصر گروپ اول چرا در عین گروپ قرار داده شده، یا میتونیم ما شما بگیم که هر عنصر رو نمیشه در گروپ اول قرار میدادن. چرا مثلا عناصر گروپ هیدروژن، لیتیوم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سیزیم، فرانسیم اینا رو در گروپ اول قرار دادن؟ به خاطر از اینکه ساختمان کیمیایی از اینا میتونه مشابه باشه. در ساختمان کیمیایی مشابه یا ساختمان کیمیایی از رو مدار آخری اتم ها یا تعداد الکترون های مدار آخری تعیین میشه. تعداد الکترون های مدار آخری از این عناصر کلن که نام برده می هفت عنصر میتونه مشابه باشه، به او خاطر پس بنابراین همون مشابهت خواص کیمیایی از این مشابهت ساختمان کیمیایی در عین گروپ یا گروپ در عین مدار یا مدار آخری با اینا چون مشابهه پس خواص از اینا هم مشابه می باشه. خب ببینین در این قسمت خوبه که مثال های ما شما داشته باشیم. خب دقت کنین شاگردای عزیز، مثلا ما عناصر گروپ اول اصلی چرا ما به نام گروپ اول یا عناصر گروپ اول چرا در گروپ اول قرار گرفتن؟ عناصر گروپ اول داریم، گروپ اول اصلی یا به نام یک ای یاد میکنن، عناصر گروپ اول اصلی یا یک ای شامل هیدروژن میشه، هیدروژن، لیتیوم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم. از لحاظ نمبر اتمی اگر نگاه کنیم هیدروژن 1، لیتیوم 3، سدیم 11،
پوتاشیم 19 37 55 و عنصر فرانسیم هم 87 می باشه. از لحاظ ساختمان مدارها اگر نگاه کنیم، خب تعداد مدارها از اینا متنوع مختلفه، هیچ کدام از اینا مدارهای با همدیگه مشابه نیان، اما از لحاظ تعداد الکترون های مدار آخری اینا همه با هم مشابه هن، یک رقمه. مثلا عنصر هیدروژن یک مدار داره و یک الکترون در مدار آخر، یک مدار از این و یک الکترون در مدار آخر داره، چون یک مدار داره مدار اولی و آخری از این و مدار اولی از این باشه. لیتیم دو مدار داره، مدار اول دارای دو الکترون، مدار دومی بازم یک الکترون داره. عنصر بعدی عنصر سودیمه، به یک قسمت نوشته میکنم ساختمان نظیر، یک دو سه، سه مدار داره، به مدار اولی دو الکترون، مدار دوم 8 الکترون، مدار آخری بازم میشه یک الکترون. یعنی اگه ما حساب کنیم 2 18 10 11 نمبر اتمی رو بریم ما شما اینجی جواب میده. عنصر پوتاشیم 3 مدار داره، 4 مدار داره، در مدار اولی 2 الکترون، مدار دومی 8 الکترون، سومی هم 8 الکترون و مدار آخری باز هم 1 الکترون میشه. یعنی 2 18 10 8 میشه 18، 18 و 1 19. عنصر بعدی عنصر روبیدیم میباشه. عنصر روبیدیم هم 5 تا مدار داره، 2 3 4 5، 5 تا مدار داره، مدار اولی و 2 الکترون، 8 الکترون و مدار بعدی 8 الکترون و مدار آخری 1 الکترون. این 18 میشه به احتمال زیاد، 2 18 10 8 18 18 18 36 36 تو 1 میشه 37. خب بر صورت به عنصر سیزیم میریم. سیزیم مهم نیاله در مدارها ما شما بگیم که چی تعداد عناصر، گپ اینه که ما شما تعداد الکترون های مدار آخری عناصر رو بفهمیم. در عنصر سیزیم هم 6 تا مدار وجود داره، 2 تا 3 تا 4 5 و 6. در مدار آخری از این 1 الکترون وجود داره، طبقی که در امو شکلای دیگه گفتیم در مدار آخری از این هم میتونه که 1 الکترون وجود داشته باشه. در فرانسیم هم 1 2 3 4 5 6 و 7، 7 تا مدار داره، در مدار آخری خو 1 الکترون داره. پس این رقم نتیجه گیری میکنه ما شما که در تمام او عناصر کیمیایی که ما شما میبینیم در عین گروه قرار گرفتن، اینا به شکل تصادفی نبوده یا هر قسمی که شده بالاخره هر عنصر در یک گروه در همو گروهی که میخواستن قرار ندادن، بلکه اینا به اساس مشابهت خواص کیمیایی و ساختمان کیمیایی از اونها بوده. ساختمان الکترونی از اونها آنچه که در مدار آخری بوده، تعداد الکترون ها در همه گروه اینا قرار گرفتن. مثلا عناصر گروه اول که کلا اینجی اشکال از اونها رو ما ترسیم کردیم، از هیدروژن گرفته تا به فرانسیم یا فرانسیم، تعداد الکترون های مدار آخری از اینا 1 الکترون بوده، اینا رو در گروه اول قرار دادن. یا مثلا عناصر گروه دوم چون در مدار آخری یا همو قشر خارجی خود خو تعداد 2 الکترون دارن، اینو در گروه دوم قرار داده شده. و عناصر گروه هشتم چون که 8 الکترون در قشر آخری خود خو دارن، اینا در همو گروه هشتم قرار داده شده. خوبه که یک شکلی از اونها ما شما اینجوری ترسیم داشته باشیم. ببینیم عناصر گروه اول همون قسمی که گفتم برای شما، گروه 1A یعنی در مدار خارجی خود خود مدار اول 1 الکترون داره. گروه دوم یا 2A عنصر مثلا اینجی هیدروژن هم مثال گفتم، به اینجی عنصر بریلیم هم مثال میگیم، بریلیم عنصر برون، کاربن، نایتروژن، اکسیژن، فلورین و عنصر نیون. عنصر گروه دوم 2A بریلیم 3A یا سوم اصلی عنصر برون می باشه، نماینده از اونا. و گروه چهارمی 4A کربن، 5A عنصر نایتروژن قرار داره، 6A اکسیژن، 7A فلورین
و گروپ هشتم یا هشته عنصر نیون می باشه. خب از لحاظ نمبر اتمی اموت یک یک نمبر اینا اضافه شده میره، یعنی ما از عنصر هیدروژن که حساب کنیم نمبر اتمی یک، باز بریلیم 4 میشه 5 و خلاصه تعداد اینا افزایش پیدا میکنه. این دو مدار داره، این بازم دو مدار، کلا اینا دو مدار دارن. از لحاظ تعداد مدار با هم اینا مشابهت دارن، چون در عین ردیف یا در عین دوره افقی اینا قرار دارن، اما از لحاظ تعداد الکترون ها فرق میکنه. این یک الکترون در مدار آخر خود داره، این دو الکترون به مدار آخر خود داره، این سه الکترون داره، 4 تا، 5 تا، 6، 7 و 8. یعنی هرچه ما نمبر گروپ افزایش پیدا میکنه یا تزاید پیدا میکنه، تعداد الکترون های قشر آخری هم زیاد میشه. یا میتونیم بگیم، بازم گپ او پیشتر رو تکرار میکنم، که ما تعداد الکترون هایی که در مدار آخری داریم، این باعث شده که در همه گروپ عناصر قرار بگیرن، یا نمبر گروپ تعیین کننده تعداد الکترون های مدار آخری یا مدار والانسی خود اتم های عناصر میباشه. این بود ساختمان مشابه کیمیاوی عناصر در عین گروپ که ما شما اینجا توضیح دادیم، ساختمان الکترونی عناصر در عین گروپ. و ببینین به این قسمت یک جدول داریم، ما یک فعالیت داریم که اینجا در این جدول گفته شده با استفاده از مثال های داده شده جدول زیل تکمیل کنین. نام و سمبول عنصر گفته بره ما شما، و همچنان نام و سمبول عناصر، دو عنصر داده، یک عنصر که از جمله عناصر فلزیه و یک عنصر که غیر فلزیه، و اینا گفته وقتی که کنار هم قرار بگیرن یک مرکب ایجاد میکنن، مرکب از این اسمی و چیه و همچنان فرمول مرکبی و چیگونه میباشه. خب ببینین چند تا مثال رو این کامل کرده و مثال های دیگه هم تقریبا شبیه به همی کار میشه. ببینین عنصر سودیم گفته با کلورین وقتی که تعامل کنه در نتیجه سودیم کلوراید ساخته میشه، مرکب سودیم و کلورین کنار هم سودیم کلوراید میشه. و عنصر بعدی بازم سودیم خود برومینه. ببینین سودیم باز هم همو عنصر گروپ اول اینه، همو خود همو عنصره، و با برومین که عنصر در عین گروپ هفتم در عین همو گروپ کلورین قرار داره، اینا با هم تعامل میکنن، در نتیجه باعث میشه که سودیم برومید ساخته بشه که فرمولی رو هم اینجا ما شما ترسیم میکنیم. خب ببینین عنصر سودیم با کلورین، سودیم با کلورین وقتی که تعامل کنه میشه سودیم کلوراید، مرکب ما میگیم سودیم کلوراید. سودیم باز هم اگر با برومین تعامل کنه عنصر باز هم از گروپ هفتم جدول دورانی، در نتیجه میشه NaBr، NaBr یا سودیم برومید ساخته میشه. وقتی این مرکب میشه سودیم کلوراید، سودیم کلوراید، چون برومین هم در همو گروپ قرار داره و تعداد الکترون های مدار آخری برومین هم تقریبا مشابه به او هست، میتونیم بگیم اسم از این میشه سودیم برومید، مرکب سودیم برومید میسازه، تشکیل میده. و مرکب و جدول ما شما به قسمت بعدی مگنیزیم با آیودین گفته، آیودین هم در گروپ هفتم جدول دورانی قرار داره، مگنیزیم با آیودین وقتی که تعامل کنه مرکب مگنیزیم آیودایت ساخته میشه. و مگنیزیم اگر با فلورین تعامل کنه، مگنیزیم با فلورین داره ما شما، مگنیزیم جمع فلوراید فلورین، در نتیجه مگنیزیم فلوراید ساخته میشه MgF2، چون پیشتر مگنیزیم با آیودین مگنیزیم آیوداید ساخته بود، حال مگنیزیم با فلورین میتونه مگنیزیم فلوراید بسازه. و مرکب بعدی آلمونیوم جمع کلورینه که به گروه سوم جدول دورانی قرار داره، خود کلورین تعامل میکنه آلمونیوم کلوراید میسازه. و آلمونیوم باز عنصر برون با کلورین تعامل میکنه، کلورین در گروپ هفتم جدول دورانی قرار داره، خود کلورینه دیگه مشابه با برون که عنصر از گروپ سوم تعامل کرده، برون همراه با کلورین تعامل میکنه، مرکب اونجا گفته شده که مرکب BCl3 میسازه. حالا اسم از این شما بگه چی میباشه، آلمونیوم جمع کلورین آلمونیوم کلوراید میسازه، پس برون جمع کلورین میشه برون تا
ترای کلوراید یا کلوراید هم بگیم درسته، برون ترای کلوراید در میتونه تشکیل بده. ترای یعنی سه، ذریب از این ما شما میگیم برون ترای یعنی سه و کلورین هم به شکل کلوراید با پسوند IDE ذکر میشه. خب میریم به ادامه مبحث. نکات عمده یا مهمی که در مورد جدول دورانی ما شما دارین، در مورد جدول دورانی عناصر به این قسمت ما شما ببینیم، خود در مورد گروپ ها یا فامیل گفته شده که خود گروپ ها چی چیزی برای ما از عناصر معرفی میکنن یا نشان میدن. اولا قطارهای عمودی جدول ما شما گروپ میگیم، قطارهایی که از سمت بالا به سمت پایین میایی یا از پایین به سمت بالا، این ردیف ها یا این ستون ها رو ما شما به نام گروپ یاد میکنیم. عناصر به چی اساس در گروپ ها قرار گرفته؟ عناصر به اساس تعداد الکترون های قشر آخری یا الکترون های مدار آخری در جدول دورانی قرار گرفتن. اینا یعنی تعداد الکترون های مدار آخری هر چی که بوده او در همه گروپ قرار گرفته، اگر یک بوده در گروپ اول، اگر دو تا بوده در گروپ دوم الی آخر. سومین نکته، در جدول دورانی دو نوع گروپ وجود داره، یک گروپ اصلی، دوم فرعیه. و چهارمین مورد، گروپ های اصلی به حرف ا نشان داده میشه و تعداد از اینا هم 8 تا میباشه، 8 تا گروپه، 8 تا گروپ اصلی داریم که یک تعداد اینا یعنی یک گروپ اول و دوم به سمت چپ جدول و گروپ سوم تا به هشتم به سمت راست جدول دورانی قرار دارن. و بعدی گروپ، خود هر گروپ اصلی به اساس خواص خود نامگذاری شده، یعنی به اساس خواص ما هر گروپ میتونیم نامگذاری کنیم. گروپ اول مثلا به نام فلزات القلی یاد میشه، گروپ دوم به نام القلی زمینی، گروپ سوم به نام خانواده آلومینیوم هم گفته میشه، به نام فلزات زمینی هم یاد میکنن چون در زمین وفرت داره یا زیاد یافت میشه. و عناصر گروپ چهارم به نام امفوتر یاد میشن یا دو خاصیته، گروپ پنجم به نام خانواده نایتروژن، پنجم به نام کالوجن یا ششم به نام کالوجن یا کلکوجن میگیم، یعنی سازنده سنگ نمک، و گروپ هفتم به نام هیلوجن ها یا سازنده نمک میباشه، و گروپ هشتم به نام گازات نجیبه یاد میشه. اینا به اساس خواص کی رقم نامگذاری شدن. ما مثلا میگیم که گازات نجیبه به کدام گروپه؟ گروپ هشتم. گروپ اول به نام چیه؟ به نام فلزات القلی یاد میشه، القلی قوی یاد میکنه. و موضوع بعدی، گروپ های فرعی در وسط جدول قرار داره و به حرف B نشان میدن. گروپ های فرعی که در وسط جدول قرار داره به حرف B نشان میدن تا از اصلی ها جدا بشن. تعداد گروپ های فرعی 8 تایه و تعداد ستون های عمودی از اونها میتونه 10 تا باشه، یعنی گروپ 8 میتونه شامل 3 ستون، ستون عمودی باشه، ستون 8، 9 و 10. اینا کلن جزء از گروپ هشتم اصلی فرعی به حساب میآیند. این بود نکات در مورد گروپ ها که گروپ ها چی چیزی از خواص عناصر برای ما و شما نشان میده. خب یک بار دیگه جنبندی از درس امروز داره ما و شما شاگردای عزیز. ببینیم درس امروز ما و شما در مورد خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ بود. خواص کیمیایی در عین گروپ، خواص کیمیایی عناصر در عین گروپ میتونه با هم مشابه باشه، او هم وابسته به ساختمان الکترونی در مدار آخری اتم های عناصر می باشه. در قشر آخری تمام اتم های عناصر با همدیگه از لحاظ تعداد برابرن، از لحاظ تعداد الکترون های مدار آخری، پس خواص اینا هم با همدیگه مشابه میتونه باشه. و نکات هم ما شما در مورد جدول دورانی خوندیم که چی مشخصاتی از اتم ها برای ما شما به نمایش میگذاره. خب این بود درس امروز ما و شما، درس این جلسه ما و شما. تا جلسه بعدی که در خدمت شما و شاگردای عزیز قرار میگیرم، شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. شاد و موفق باشید.